سلام و وقت شما بخیر به خبرهای ساعت 6 هزار آورد با ملال رحمانی و همکارم منیر صمدی. خوش آمدید. سرخط خبرها: تعلق گرفتن جایزه صلح 2024 به رضا جعفری. نبیل: جدایی دین از سیاست و پایداری و عدالتی بیشتر در جامعه کمک می کند. رد دیدار با رئیس دفتر سازمان ملل متحد توسط رهبر طالبان. طالبان یک فعال شبکه‌های اجتماعی را در ننگرهار بازداشت کردند. به قتل رسیدن یک نظامی پیشین در ولایت فاریاب. پلیس ایران 72 دکان را در قشم به دلیل بکارگیری اتباع غیر مجاز مسدود کرد. مشروع خبرها: رضا جعفری، فعال صلح اهل افغانستان، از سوی سازمان صلح جهانی سویدن برنده جایزه صلح سال 2024 شناخته شده است. آقای جعفری روز یکشنبه 4 سنبله در برگه ایکس خود نگاشته است که این جایزه را به دلیل تلاش‌هایش در زمینه ایجاد گفتمان صلح و حل منازعات افغانستان از طریق گفتگو دریافت کرده است. جعفری مؤسس نهاد گفتمان صلح افغانستان است. او پس از فروپاشی نظام جمهوری نشست‌های متعددی را درباره وضعیت حقوق بشری افغانستان برگزار کرده است. جایزه بین‌المللی صلح استکهلم به افرادی اهدا می‌شود که در عرصه صلح و رفاه جهانی دستاوردهای برجسته داشته باشند. جعفری در مراسم دریافت این جایزه از جامعه جهانی خواست که از تلاش‌های صلح‌جویانه در افغانستان حمایت کنند. رحمت الله نبیل، رئیس عمومی امنیت ملی حکومت پیشین، می‌گوید که جدایی سالم دین از سیاست می‌تواند به پایداری و عدالت بیشتر در جامعه کمک کند. نبیل یک شنبه شب 4 سنبله در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که بر اساس تجربه جهانی پس از هر دوره افراطی و ایدئولوژیک در کشورها جوامع به سوی مسیرهای جدید حرکت کردند. با گفته وی در چنین جوامع نقش دین و سیاست به شکل متوازن‌تر و با احترام به هر دو حوزه تعریف شده است. نبیل افزوده است این تجربه ها نشان داده است که جدایی سالم دین از سیاست می تواند به پایداری و عدالت بیشتر در جامعه کمک کند بدون اینکه از ارزش‌ها اعتقادات دینی کاسته شود. رئیس عمومی امنیت ملی حکومت پیشین از کشورهای ترکیه، مالزیا، اندونزیا و ژاپن به عنوان نمونه یاد کرده است. منابع محلی در قندهار می‌گویند که ملا هیبت الله آخوندزاده، رهبر غایب طالبان، از دیدار با روزا اوتانبایو، رئیس دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما خودداری کرده است. منابع روز دوشنبه 5 سنبله به هزار آورد گفتند که اوتانبایو برای گفتگو با رهبر طالبان در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه به قندهار سفر کرده است. به گفته منابع، حاجی ملا معاون والی طالبان به نمایندگی از آخوندزاده با رئیس یونما گفتگو کرده است. بر اساس اطلاعات منابع، اوتانبایو در این دیدار از طالبان خواسته است که در مورد قانون توشیح شده ای امر به معروف و نهی از منکر تجدید نظر کنند. حاجی ملا به رئیس دفتر یونما تاکید کرده که این قانون در چوکات شریعت تهیه شده و غیر قابل تغییر است. با این حال دفتر رسانه‌های والی طالبان در قندهار با نشر بیانیه دیدار اوتانبایو با معاون والی این ولایت را تایید کرده و نگاشته است که دو طرف در مورد جایگزینی کشت خشخاش گفتگو کردند. رهبر طالبان هفته گذشته قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه را توشیح کرد. توشیح این قانون با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی روبرو شده است. منابع محلی در ننگرهار میگویند که طالبان عبدالرحمن گلاب، یکی از فعالان شبکه‌های اجتماعی در این ولایت، بازداشت و زندانی کردند. منابع تایید میکنند که گلاب روز یک شنبه 4 سنبله در ولسوالی شینوار بازداشت شده است. به گفته منابع،
این فعال شبکه‌های اجتماعی در حال حاضر در فرماندهی امنی طالبان زندانی است. بر اساس اطلاعات منابع، گلاب با نام مستعار گلاب شینواری در شبکه‌های اجتماعی از روی کرد طالبان انتقاد می‌کرد. ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده نشان می‌دهد که طالبان گلاب را مجبور به اعتراف کردند. وی در این ویدیو می‌گوید که پس از این علیه طالبان تبلیغ منفی نخواهد کرد. عبدالبصیر زابولی، سخنگوی فرماندهی امنی طالبان در ننگهار، نیز بازداشت این فعال شبکه اجتماعی را تایید کرده است. بازداشت فعالان شبکه‌های اجتماعی توسط طالبان در کشور با ویژه در ننگرهار افزایش یافته است. درست پیش هم ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان یک تیک تاکر را به دلیل مشاجره لفظی با یک تیک تاکر پاکستانی در ولسوالی غنیخیل ننگرهار لتوکوب کردند. منابع محلی در فاریاب میگویند که تفنگداران ناشناس کمال الدین یک نظامی پیشین را در این ولایت به قتل رساندند. منابع میگویند که این رویداد روز یک شنبه 4 سنبله در ناحیه اول شهر میمنه مرکز فاریاب رخ داده است. بر بنیاد اطلاعات، کمال الدین عضو نیروهای پلیس در حکومت پیشین بود. مسئولان محلی طالبان در فاریاب نیز قتل این نظامی پیشین را تایید کردند. به گفته آنان، ستن در پیوند به این رویداد بازداشت شده است. هنوز انگیزه این قتل مشخص نشده است. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، قتل مرموز نظامیان پیشین افزایش یافته است. این در حالی است که چند ماه پیش هم بسم الله یک نظامی پیشین در فاریاب از سوی خانمش به قتل رسید و در حکومت پیشین فرمانده پلیس ولسوالی المار این ولایت بود. پلیس ایران 72 دکان در ولسوالی قشم ولایت هرمزگان این کشور را به دلیل بکارگیری اتباع خارجی غیر مجاز مسدود کرده است. با گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر مرادی فرمانده انتظامی قشم امروز یک شنبه 4 سنبله گفته است که این تعداد دکان در 72 ساعت گذشته در بازار جدید و قدیم شهرهای قشم و درگهان مسدود شدند. او افزوده از در بررسی های میدانی از این واحدها مشخص شده تعدادی از آنها در اجاره اتبای خارجی بوده و تعداد دیگری از واحدها از اتبای خارجی غیر مجاز با عنوان متصدی برای انجام امور و فعالیت‌های روزانه استفاده کردند.